سلام، دیجه داستین هستم. در یک برنامه دیگه جیوان شو، کار مشترک فارسیوان و رادیو جوان، امروز ما اومدیم یه جایی به نام میراکل گاردن. یه جای بسیار قشنگی هستش، البته بیشتر شبیه سرزمین عجایبه. داستین در سرزمین عجایب. آقا باشین، آهنگ این هفته هم از مجموعه جدید ابی انتخاب کردم، جان جوانی. برای با تو بودنم راه ستاره رفتم، هر سفر ثانیه را من به شماره رفتم. هزار پنجره نگاه در انتظار ساختم، روح غرور مرده را در عشق خود شناختم. جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای. اسم مرا گفتم اینجا سرزمین عجایبه، خونه خیلی جالبه، بریش گردوندن، بعد گلکاری کردن. جالب بدونین تو این میراکل گاردن بیش از 45 میلیون گل استفاده شده برای اینکه اینجا رو بسازن. آهنگ بعدی هم که برای تو انتخاب کردم اونم چیز متفاوتیه، کاری از ام جو بی و پوبان. بچه‌ها یادتون باشه آهنگ دلومه سوگن که چند وقت پیش معرفی شد و ساخته بودن تنظیم کردن، این آهنگ جدیدشونه به نام این من کیست. یارم این نایونه ی ما و من و دمدمه چیست، دم به دم میدمد و صاحب دم پیدا نیست. پر صدا کرده جهان راز منم این من کیست، ترک بعدی از سعید مدرس براتون انتخاب کردم، کار جدیدشه به نام حال سهراب. دنیای من دنیای کوچیکیست، من لذتم قده بارونه، حظ میکنم وقتی که میبینم عطر گلی پیچیده تو خونه. دنیای من دنیای کوچیکیست، من سهمم از دنیا همین لحظه است، احساس سرمستی من شاید به نغمه یک گیتار وابسته است. آهنگ بعدی که براتون انتخاب کردم از آلبوم جدید فریدون اسرائی که با کارهای قبلیش 100% آشنایی دارید، گل هیاهو، کار بسیار قشنگی بود. این آلبوم به نام عشق یعنی، آهنگی رو که براتون انتخاب کردم از این آلبوم پشیمونی اسمشه، این رو هم گوش کنیم. بعد سنگینیه چشماتی که نمیخوابی، این حالت گریه، این حس بیتابی، تلخی حرفات و لبخند اجباری، دستای تنها تو حرفای تکراری. یعنی پشیمونی، یعنی دلت گیره، ولی دیره. خب همینطور که قبلا هم بهتون قول داده بودم توی یکی از قسمت‌های جیوان ما مصاحبه داشتیم با بچه‌های گروه کارمندان و رعنا منصور عزیز، قرار شد که وقتی کار جدیدشون میاد معرفی کنیم برای شما، بذاریم که ببینین موزیک ویدیوی آهنگ من و دنیا که کار جدید این بچه‌ها هستش آماده شده. بریم اینو هم دیگه ببینیم و برگردیم.
جنگل، نه یه موجم از یه دریا، نه یه سنگی از دل کو، نه یه قطره از یه رویا، نه یه لحظم از یه تقویم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. از یه قصه، نه یه نقطه تو الف با، نه یه نقطه تو یه قطعه، نه یه نخه میونه دیبا. بشم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم برده یه عادت، که بپوسن آرزوات از سر ترس و خجالت. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. رسیدیم به موزیک ویدیو دوم این هفته. طبق قولی که بهتون داده بودم که هر موقع موزیک ویدیو زنده یاد مرتضی پاشایی نگران منی حاضر شد براتون پخش بکنم، و طرفدار جیوانم از من درخواست کردن که آقا چرا اینو پخش نمی‌کنی، این هفته میریم موزیک ویدیو مرتضی پاشایی عزیزو ببینیم، نگران منی. الو جانم. سلام مرتضی. سلام، چطوری؟ کجایی؟ من خونه. مگه ساعت چنده؟ ساعت نگاه کن. تو به جای منم داری زج میکشی،
یکی عاشقته که تو عاشقشی، تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی، نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم، نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام، مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جاست تو کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی، یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد، یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد، نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم، بغلم کن ازم همه چیمو بگی، بزا گریه کنم پیش تو درسی، مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جاست تو کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی، یکی
مصاحبه این هفته با یکی از دوستای خیلی خوبمون، هنرمند خوب بهبود هستش که حتما مطمئنم کاراشو شنیدین، ولی شاید نمیدونستین که کار بهبوده. میریم که با بهبود یه مصاحبه داشته باشیم، بیشتر باش آشنا بشیم. سلام بهبود عزیز. سلام افشین عزیز، سلام میکنم به شما، همکاراتو و همه بیننده‌هاتو. مرسی که این امکان من داری که در خدمتتون باشم. خب بهبود جان، کجا سکونت داری؟ از این بزرگتون که من اروپا زندگی میکنم، ساکن سوئد هستم. یه خونه این ورور بودم به واسطه کارهای هنریم سالا قبلی، محل سکونت اصلیم سوئد هست از حدود 30 سال پیش. آیا کار دیگه ای هم در کنار کار هنریت انجام میدی؟ من تحصیل دارم رشته حقوق مالی از دانشگاه استکهلم. کارم کار مشاوره مالی، کار حقوقی میکنم، مشاوره حقوقی، حقوق مالی و مالیاتی میکنم. یه بیزنس کوچولو دارم مال خودم که سالها دارم میرونمش. این تحصیلات و حرفه اصلیمه. و کنار این چند تا سرگرمی دارم، از جمله اینتریور دیزاین، کار دیزاین داخلی خونه رو میکنم. یه سرگرمی دیگه هم کارهای ورزشی، پرسونال ترینر، کارهای مشاوره رژیم غذایی و ورزشی هستم. بزرگترین و سومین سرگرمی من موزیک. بهبود عزیز، یه ذره راجع به کارهای قبلیت برای ما توضیح بده، چون میدونم 100% کارهایی داری که به گوش مردم آشناه، ولی خب شاید نمیدونن که کار شما باشه. عرضم به حضورتون که من فکر کنم اولین کاری که یه خورده بیشتر از کارهای دیگه پخش شد، یک کاری بود به اسم ستاره که خودم نوشته بودم و این رو حدود 2-3 سال پیش با بچه های داخل ایرانی همکاری داشتیم، این کار رو بازسازی کردیم. شب دلم بیقراره، هوای دو چشماتو داره، آرام جانم ستاره، دل از دوریت پاره پاره، دیگه تاب دوری نداره، درد نهانم ستاره. ستاره تو که مهربونی، گل نقره آسمونی، بشین توی گل خونه من، شبای تاریک و خاموش، منم با جدایی هم آغوش، رسم جدایی رو بشکن. ستاره چشات نازنینه، به انگشتر شب نگیمینه، رها کن دل آسمونو که جاد پیش من رو زمین. و بعد دومی کاری که خب بیشتر از اون فکر میکنم سر صدا کرد، کار نازی جان بود که دور و برش حواشی هم زیاد بود. اون کارم ترانه‌شو من نوشتم، آهنگ محلی افغانی بود که ترانه‌شو من نوشتم و بعد ظاهرا اینقدر مورد علاقه و استقبال قرار گرفت، نه فقط از طرف شنونده ها بلکه از طرف همکاران هم. آدم ها زیاد انتخاب کردن که اینو بخونن، که خودش برای من جای خوشحالی. خب راجع به کار جدیدت دلم و بردی که در دست تهیه هستش، موزیک ویدیوش میدونم برای ما قبلا گفته بودی، یه مقدار توضیح میدی؟ من بعد از یه مدت ها که بیشتر کارهای آروم خوندم، 3-4 سال اخیر بسته به احوالی که خودم داشتم کارهای آروم میمشتم و میخوندم، این اولین کار شادی که بعد از شاید 4 سال با تیم قدیمی خودم، دوستان خیلی خوبم فرهاد اربابی و فرهاد زن انجام داریم. تنظیم این کار رو دوستانم در ایران گروه پازل بند انجام دادن، ترانه‌شو خودم نوشتم و آهنگش رو با دوست خوبم آقای سعید شایسته کار کردیم. امیدوارم مردم خوششون بیاد، این کار به زودی ریلیز میشه. خب چه مجموعه خوب و گروه خوبی دارین شما، واقعا فکر کنم همه آشنایی دارن با این دوستان. دقیقا ما یه تیم قدیمی هستیم، فرهاد اربابی، فرهاد زن، با این دوتا عزیزان من سالها شد بوده 15 ساله که با هم کار میکنیم. آلبوم های زیادی دادیم، سینگل های زیادی بیرون داریم. این یه کار
مشترک بعد از مدت ها بود که جدا جدا کار کرده بودیم، که یه بازگشت مجدد بینا وحشتناک، حالمون خوب بود در طی انجام این کار. بهبود، کار موزیک کلن چقدر در روز، یعنی از کار روزانته و تا چه حدی اینجوری بگم کار اصلیت نیستش، ولی میخوام میرم واقعا برای قلبت میخونی این کار انجام میدی؟ دقیقا. من به دلایل شخصی خیلی وقت پیش انتخاب کردم که این کار موزیک رو در حد هابی و سرگرمی نگه دارم. برای من یه جور تراپیه، من باش به آرامش میرسم، باهاش استراحت میکنم، باهاش حالم خوبه. برای همین برنامه میرم، ولی خودم انتخاب میکنم کجا برم. خدا رو شکر که این امکانو دارم که انتخاب کنم کجا بخونم کجا نخونم. بیشتر این لذت رو وقتی میبرم که با دوستانم میشینیم مینویسیم میخونیم و از اون بیشتر وقتی خوشحال میشم که مردم استفاده. خب بهبود جان، متاسفانه به آخر مصاحبه رسیدیم. یه زمانی من در اختیارت میذارم، اگه چیزی هست که میخوای اضافه بکنی میتونی برام اینجا بگی. نه، عرض بخصوصی ندارم. بازم تشکر میکنم از وقتی که من دادین که بتونم چند کلمه با شما و بیننده‌هاتون صحبتی داشته باشم. اگر هم میتونن دوستان کارامو از طریق فیسبوکم بهبود بهبودیان، کانال جدید یا آخرین اخبار رو از اونجا میتونن داشته باشن، در اختیارشون بذارن. برای همشون آرزوی سربلندی. در ضمن برنامه ما جیوان رو نگاه میکنی بهبود؟ 100%. بسیار بسیار عالیه برنامه‌تون. این اواخر من باش آشنا شدم متأسفانه و که زودتر آشنا نشدم خیلی خوشم. بهبود عزیز، ممنون از لطفت که با ما بودی. برات آرزوی موفقیت میکنم، منتظر کار جدید دلم و بردی هستیم که لذت ببریم. همچنین ناظرین، خدا یاری آورد. خب اینم از مصاحبه این هفتمون. یادتون نره که نسخه کامل این مصاحبه در صفحه فیسبوک فارسیوان و صفحه دیجی داستین، صفحه من، قرار میگیره چند روز بعد از اینکه برنامه اونجا آپلود شد. بریم ادامه برنامه. خب بریم قسمت خیابون فرعی این هفته. این ویدیو که براتون انتخاب کردم کار قشنگیه، با هم دیگه می‌بینیم بعدش. مش پاپایی ما پیشانو گفت جونه جونو جونه جونو مای جونه جونام، گفتمش بگو منچه گل بو گفتش نبونو جونه جونو مای جونه جونام، گفتمش چرا ما پیشانو نامه ربونی، گفت میخوام به سو سونام تا قدرام بدونی، گفتمش فدای خمزه کردم دل خوشم که تاره نمزه کردم، پیش پاک میشینم دوزانو آخ ما پیشانو جان ما پیشانو. گفتمش چرا ما پیشانو جان تو بلایی جون جونم آی جون جونم، گفت بلا نگو خرمن گیسوم از طلایی جونه جونم آی جونه جونم، گفتمش برات خونه می سازم از خشت و گل، گفت اگه دوستم داری جا بده تو خونه یه دل، گفتمش فدای خمزه کردم دل خوشم که تاره نمزه کردم، پیش پاک می شینم دوزانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو. یا ما پیشانو پیمون ببندیم جون جونم آی جون جونم، گفت باشه دلی قول بده که دائم بخندیم جون جونم آی جون جونم، گفتمش دروغ میگی ما پیشانو تو مستی
گفت که باور کن با تو میمونم تا تو هستی گفتمش فدای خمزه کردم دل خوشم که تو ره نمزه کردم پیش پات میشینم دوزان و آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو خب رسیدیم به پایان این هفته برنامه جیوان امیدوارم که خوشتون اومده باشه یادتون نره اگه سوالی چیزی از ما میخواییم بپرسیم و یا نظراتتون رو بگین در رابطه با برنامه میتونید تو قسمت کامنت فایل برنامه که توی صفحه فیسبوک فارسیوان قرار میگیره این کار رو انجام بدیم در ضمن هشتگ ما هم یادتون نره هشتگ منو موزیک هشتگ جیوان فن پیج من هم یادتون نره دی جی داستین 1 میشه facebook/djdastin عدد 1 VPN هم که دیگه میدونین چجوری استفاده کنین که دسترسی پیدا کنیم به یوتیوب و فیسبوک و اینجور چیزا خب تا هفته دیگه برنامه دیگه جیوان شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا حافظ